سلام دوستای عزیز، امیدوارم که در هر جایی که هستید جور و صحت من و سر حال باشید. ما امروز امدم در پای کوتل شامسور هستیم به خاطر امزی سرک جدید که اینجا سرک جانه. چند از دوستام امروز از ما هسته که اول خود مدیر صاحب خود معرفی نبلی از ما دیگه درباره امزی سرک شامسور یک چند سخن دره دیگه مگه. بسم الله الرحمن الرحیم. 22 عقرب سال 1401 خورشیدی است. امروز ما در دامنه کوتل شامنصور قرار داریم. کوتل خودم اسم بنده رمضان روستا هستم، عامل لیسه مختلط قبجه پشی، و در این پروژه مردم این منطقه مسئولیت بخش خزانه‌داری را به دوش ما گذاشته. ما در دامنه کوتل شامنصور قرار داریم. کوتل شامنصوری که بلندترین و با ارتفاعترین و صعب العبورترین کوتل در ولسوالی مالستان تا هنوز به حساب اومده. برعکس، بالاتر مطابق ارقام که از احصایه ولسوالی مالستان به دست آمده، رفت و آمد بالاتر از 108,000 نفر از این کوتل بوده، و در طی سالیان سال این کوتل بالای مردم این سرزمین جبر خود کرده. کوتل ما در هر سال بالاتر از 4 ماه یا 5 ماه به اثر برفباری شدید و همیشه بند است. مردمی که از این کوتل استفاده نه، و همینقدر مردمی که از این را رفت آمد نه، که بخشی شما رقمشو گفتم بالاتر از 108,000 نفر است، فقط در فصل جوزا زمانی که روی این کوتل رایزی باز میشه، البته خود به خود هم باز نمیشه، توسط خاک زدن و توسط جاروب کردن باز میشه. در بعضی سالها که خوش سالیه تا ماه عقرب این کوتل بازه، و بعضی سالها در برج میزان از 20 میزان این کوتل بسته میشه، بعد بسته میشه. بله، مردم در این کوتل زحمت زیاد کشیده. البته در دهه 60 کوتل شامنصور توسط انجینری مسافدان منطقه، البته به صورت غیر فنی، توسط بلوکلینگ، توسط شانه های مردم کار شده. در دهه 70 الی دهه 80 مردم در اینجا پیسه موسی پاملرانه که بالاتر از تقریبا 55 لگ افغانی بود در این کوتل مصرف کرده. البته این کوتل وسعت داده. به نظر ما این کوتل باز هم به صورت غیر فنی کار شد که مردم وسایل ترانسپورتی ایشان در طی سالیان سال چندین بار دست راشدی در را سقوط کرده و چندین نفر زخمی و کشته. بله، زخمی و کشته. و در فصل زمستان همون کسی که گفتم تقریبا 5 ماه یا 6 ماه یا 4 نیم ماه بندیش از این کوتل دوام داره، زمانی که زنان حامله یا زنان بارداری که دچار وضع حمل می شود و در اینجا ولادت کردن نمی توانه، مردم توسط تذکره سنتی ما او را سال می گید بالاتر از 100 نفر، 120 نفر، 150 نفر جمع می شه، او را توسط سال انتقال می گه که بعد از یک روز، یک نیم روز تا دو روزه الا او را در شفاخانه جاغوری میرسانه. و یک تعداد کسایی که ما بیاد دارم در تاریخ این سرزمین در اینمی کوتل در جریان انتقال وفات مونه که البته در شفاخانه هم نمیرسه. و ترانسپورتی که از این رفت و آمد مونه بسیار با کرایه سنگین هسته، با مصرف بسیار زیاد، با مصرف گزاف مردم از این را عبور و مرور مونه، مواد مورد غذایی خود، البته مواد مورد نیاز خود از این سرک از این را تکمیل مونه، و زمانی که با دکتر مره هم امی دکتر و تداوی برشان بسیار قیمت تمام میشه. آره. خدمت با سعادت عرض کنم که کوتل شامنصور همیشه جبر خود بالای این مردم به صورت دوامدار انجام داده. در تاریخ این سرزمین یگانه کسی که این ابتکار کرده، البته این یگانه کسی که نوآوری کرده، جناب انجینر صاحب عبدالخالق نجیر بوده که او همراه تیم کاری خود، ما نمیفهمم اطلاع ندارم، چندین بار انده این منطقه را دیدن کرده، سروه کرده، و
و مردم این سرزمین، مسافران این سرزمین، علما و شخصیت های با نفوذ این منطقه را جمع کرده و اینا را تشویق کرده که همکاری کنه که باید این کتل کار شود و این کتل از طرف پیتاو کار شود که در طی 12 ماه سال مردم از این استفاده بتونه وسایل ترانسپورت و مواد غذایی و کالای مورد نیاز خود از این کتل حمل بتونه. و اینمی بوده که چند روز پیشتر مردم با علاقمندی خاص، البته با تشویق انجینر زبان خالق نظیر، در اینجا جمع شده و این کتل کار از این را آغاز کرده، افتتاح کرده و مردم ما یک مقدار همکاری ناچیز را انجام داده که من بخشی مالی یکی بطایش از مایه و پیسه پیش از مایه یک چیزی بسیار ناچیزه در حدود 34 یا 35 هزار افغانیه. بنابراین ما از تمام دوستانی که در خارج هستند، در داخل افغانستان هستند و تمام خیرینی که در هر جا، در هر گوشه و کنار این سرزمین هستند، دلشان به حال این مردم این سرزمین بسوزه، همکاری کنه، کمک های نقدی خود برای این مردم روان بکنه. البته هر کسی که کمک نه، هر کسی کمک نقدی میکنه صدقه جاریه یه. صدقه هست که تا هر زمانی که از این کتل استفاده شوه، البته ثوابی از او، ثوابی از این در امو کمک کنندگان میرسه. مردم این سرزمین حقیره از لحاظ اقتصادی ضعیفه و این پروژه هم البته بنابرای گزارش انجینر صاحب عبدالخالق نجیر در فاصله 10 کیلومتر برآورد شده و در هر کیلومتر تقریبا $5,000 برآورد شده. از این شدیدترین جبر طبیعت و شدیدترین جبر جغرافیا نجات بده. مدیر صاحبی اعضای از این تیم از این گروه که اینجا است، کی دزی سهم داره، کی است دزی پروژه مسئول؟ خدمت عرض کنم که سرزمینی که به حساب از این کتل تحت محاصره از این کتل قرار داره، این منطقه قریه قابجای پشیه، از او که بگذاریم جاکه پشیه، اولیاد پشیه، زردگ پشیه و از او که بگذاریم ناوه پشیه، شرداب پشیه. آره. و همچنان از این کتل که رفت آمد منه اضافتر مردم کندلانه، مردم پاییگه، مردم زولیه، مردم خاص اروزگانه. که در مجموع بخشش ما برایتان گفتم که در حدود 108,000 نفوس از این کتل رفت آمد نه در فصل تابستان زمانی که را بازه. آره. و اینا هم یک کمیسونی داره، البته هر قریه یک شورا داره و این شورا هم شورای مردمی هسته، شورای هسته که میخواید که برای این کتل کمک کنه. بله. ما بخاطر که یک مرجع مشخص باشه در اینجا، یک مرجع مشخصی وجود داشته باشه تحت رهبری اینمی شورای اینمی قریجات، یک کمیته ساختیم که او کمیته البته بر اساسی رایگیری یا نظریات خاص این مردم، بر اساس موافقه از این مردم، این کمیته انتخاب شده که رئیس از این کسه به نام آقای رحمی قریدار منطقه، معاون از این یکی از متنفذین محل به نام گشتای خانه، منشی از این کمیته به نام آقای امیری، قبلا وکیل شورای ولایتی غزنی بودی، منشی از این، خزانه‌دار از این ما هستم، رمضان روستا، عامل لیسه قابجای پشی. زنده باشی. بله. ما بر از این مردم خود این تعهد سپردم و این وعده را سپردم که هر مردمی که امرای ما کمک مالی کنه، کمک نقدی کنه، انشالله یک افغانی، یک پول از این ما بجز در این کتل به جای مصرف نمیکنیم. زنده باشی. و مطمئن باشه این مردم ما، هر کس که امرای ما همکاری نه، یک افغانی از اونا مورد حیف میلی کسی قرار نخواد گرفت بجز از اینکه ما به تمام امکانات در این کتل مصرف کنیم. زنده باشی. ما برای مدیر... هر کس اطمینان میدم، برای هر کسی کمک کنم. زنده باشی. بله. مدیر صاحبی پیش بینی شده که تا چی وقت روی کار از این کتل تمام میشه؟ اگرچه او تو دقیق پیش بینی نشده که تو یک ماه یا دو ماه کار از این دوام کنی، چون
فصل زمستان رسیده و انجینر صاحب عبدالخالق نظیر نمی قدرم برای ما گفتن که احتمال داره که اگر برفباری زیاد مثلا وسایل ماشین یخ نزنه ما میتونی که در زمستان هم اینجا کار کنیم. و کار از این هم کار سنگینه، کار بسیار ثقیله، قسمت های بالا سنگ های بسیار بزرگ بزرگ در نقشه برابر شده، هم کدون و کندن از سنگ ها کار زیاد میخواه، کار مشکله، کار مشکله. زنده باشین مدرسه. تشکر از شما، لطف کردین، زنده باشین، زحمت کشیدین در منطقه از ما میدین، یک عالم تشکر، یک جهان زنده باشین.